نیتا میلانیان هستم، مدیر ارتباطات در رشته های تک، ساکن شهر لس آنجلس. کار غیر انتفاعی کردن، اون دوستانی که تو این کار بودن و هستن میدونن که کار بسیار بسیار مشکلیه، ولی در آن واحد اون جوابی که میده در آخر روز که میری سرتو بذاری روی بالش بخوابی، واقعا یه احساس بسیار خوبی هستش که تونستی یه کار کوچیکی برای یه کسی که احتیاج به کمک شما داشته انجام داده باشی و یا کمک کردی برای پیشرفت تحقیقاتی، برای کمک کردن حل یه مشکل بزرگی. تهران به دنیا آمدم، بهترین سالای نوجوانی و در اون سنین کودکی که در ایران بودم فکر می‌کنم هنوز به خاطر خیلی خوب دارم، با اینکه سالهای بسیار آسونی نبوده، به خصوص اون به خاطر زمانهای انقلاب و جنگ که به دنبالش بوده. با مادر پدر و مادر بزرگم همراه با دو برادر عزیزم که از من بزرگتر هستن زیر سقف با هم زندگی کردیم و متاسفانه در سال 1986 شادم خوشبختانه تا یه جورایی اگه بخوای بهش نگاه بکنی، برای اینکه الان جایی که هستم رو به اون دلیل میبینم که نقطه اول این که زندگی من عوض شده همون سال بوده، به خاطر مسائلی که در ایران وجود داشت، به خاطر جنگ، به خاطر مسائل دیگه. اول با مادرم و بعد به برادرم که یک ماه بعد به ما ملحق شد به آلمان رفتیم و اونجا پناهنده شدیم. مادر بزرگم که خیلی برام عزیز بود، همینطور پدرم و برادر دیگرم نتونستن با ما همراه باشن و دو سال و نیم در آلمان من و مادرم و برادرم و بعد یک سال و نیم بعد پدرم با ما پیوستن. باز دوباره دو سال و نیم بسیار مهمی و دوباره تو زندگیم داشتم که یاد گرفتم چطوری روی پای خودم باشم، از اونجایی که بهش خونه میگفتم یا وطنم میگفتم به دور باشم، سه زبون جدید یاد بگیرم، آلمانی، انگلیسی، فرانسه. سال 89 به آمریکا اومدیم، دوباره زندگی نوجوانیمو دوباره از اول شروع کردم، دوباره بعد دوستای جدید پیدا میکردم مثل خیلی بچهای دیگه مثل من تو اون سن و اون زمانی که به آمریکا اومدیم. های اسکول رو اینجا تموم کردم و همینطور دانشگاه به کال استیت نورتریج رفتم. ولی یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد که برای من تو سن 20 سالگی یه بازم دوباره یه نقطه خیلی منو به قول معروف بزرگم کرد، مچورم کردش، این بود که من ایران، خب هممون به خاطر جنگ و بمباران و همه این اتفاقا که میافتاد فکر می‌کردیم دیگه این آخرشه و الان میریم به خارج یا میریم حالا اروپا، آمریکا، اونجا دیگه همه چی خوب و آسون و راحته و اتفاق بعدی دیگه نمیافته. ولی اینطور نبود و من یه درس بزرگی روز 17 ژانویه 1994 در نورتریج کالیفرنیا گرفتم و اون این بودش که زلزله بسیار بزرگی اومد و اون شب یا اون سحر من و مادر پدرم که توی خونه زندگی میکردیم به قول معروف بی خانمان شدیم، برای که اونجا که زندگی میکردیم با زمین یکی شد. و اون شب وقتی من برگشتم صبحش توی اتاقم فهمیدم که هیچ کدوم از این چیزای جنسی که ما تو زندگی داریم، طلا، جواهر، خونه، زندگی، اینا هیچ بی‌معنی هست، یک لحظه میتونه همه رو از دست بدی. بنابراین وابستگی ما به مسائل مادی زندگی همون لحظه فکر کنم از دستم. هنوز چیزای خوب و قشنگ و گرون دوست دارم ولی هیچ بهشون وابستگی ندارم. و فکر می‌کنم از اون موقع به بعد این حالتی که باستی خیلی خوب با این مسائل اولا کنار اومد، با مسائل سختی هایی که زندگی اتفاق میفته، اون لحظه بیشتر به هم ثابت شد که چقدر این مسئله تو زندگی مهم هست. بعد از اون مثل این که رفت جزو دی ان ای من، جزو وجود من، که هم سخت کارتر بشم، هم به دنبال بهتر بودن یا بهتر زندگی کردن برم. و در ضمن در کنارش میکنم ناخودآگاه شروع کردم کمک کردن و کارهای مثبت انجام دادن توی جامعه‌ای که هستم. رشته تحصیلیم بازرگانی یا مارکتینگ بودش. همزمانی که دانشگاه می‌رفتم بایستی فول تایم هم کار می‌کردم و یا شدم می‌خواستم، نمی‌دونم، یکی دو تنوز نمی‌تونم تصمیم بگیرم، یا می‌خواستم فول تایم کار کنم یا بایستی. ولی اینکه توی اجتماع باشم و همونطوری که اصلا 13 سالگی دستم تو جیب خودم بود، همیشه خرج مخارج خودم و بیسیک خودم و خودم دادم، این جزء سیستم من مونده بود که من جزوی از این خانواده هستم که مهاجره و باید کمک بکنه به مادر پدرش یا حداقل
پول تو جیب خودش و خودش در بیاره. از موقعی که به دنیای کاری وارد شدم، به قول معروف به عنوان پروفشنال شروع کردم کار کردم، خب خیلی سریع گذشت و خیلی سریع اون پله هایی که هر کسی شاید طولانی تر براش باشه بخواد بره بالا رو من زودتر طی کردم، شاید به خاطر سخت کاری، به خاطر دیسیپلین کاری که داشتم یا هر چیزی که بوده، و هیچ وقت فرصت نشد که بخوام راجع به این کارهای غیر انتفاعی یا خدمت به جامعه اونقدر وقت نداشتم که بخوام راجعش بدونم، و شاید هم اون زمانی که من هنوز داشتم بزرگ می‌شدم زیاد در جامعه انقدری که امروز راجع به این مسائل، راجع به حقوق بشر، راجع به مسائلی که واقعا باید همه ماها کمک بکنیم به هم دیگه، شاید اون موقع کمتر صحبت می‌شد. الان خیلی به قول معروف مد شده یا پاپولارتر شده که بتونیم راجع به این مسائل حرف بزنیم، و اینکه هر کدوم از ما وظیفه‌مون اینه که یه خدمتی به جامعه هم بکنیم در هر لولی کوچیک یا بزرگ که میکنم، الان خیلی شناسونده تر شده. در صورتی که در فرهنگ ایران و برمیگردیم سالیان و سالان پیش، خیلی این فرهنگ بوده، این فرهنگ کمک کردن به بی‌بضاعت یا به کسی که کمک احتیاج داره، به همسایه، ولی فکر میکنم اون رو ما همیشه در خفا انجام میدیم، زیاد خیلی به طور عمومی نبود. ولی الان فکر میکنم فرهنگ دنیا عوض شده و این راجع به این که خدمت به بشریت خیلی چیز مهمی هستش. به خاطر همین من در سال 2001 در به طور اتفاقی که دوستان من معرفی کرد به یه بنیادی که برای کودکان در ایران کمک میکردن، و یه جورایی انگاری که در وجود من این منتظر بود که به قول معروف بیاد بیرون، و از اونجا بودش که شروع کردم به جامعه به خصوص ایرانی در بیشتر خیلی از پروژه‌هایی که چه داخل ایران بود و یا اینجا در خارج از ایران در آمریکا اتفاق می‌افتاد شروع کنم به طور غیر انتفاعی کمک کردن، و همینطور اصلا شد که باعث این شد که من وارد جامعه ایرانی شدم و شروع کردم پروژه‌های هنری هم انجام دادن، پروژه‌های فرهنگی انجام دادن، و از اونجا فهم می‌کنم دیگه اصلا جزوی از من شد، از اینکه هر کاری که می‌کنم به خصوص برای جامعه ایرانی خارج از کشور بتونم مفید باشم و هر کاری که یاد گرفتم توی رشته کاریم رو بتونم به قول معروف ارائه بدم در کارهای غیر انتفاعی و اجتماعی. من فهم می‌کنم مثبت زندگی کردن یا مثبت فکر کردن اولین سودش به خود شخص میرسه. اول وقتی که من وقتی مثبت فکر میکنم به هر کاری یا هر موقعیتی و یا سعی میکنم کار مثبت انجام بدم، فهم میکنم اولین کسی که بهش بهره میرسه خود من هستم. بخاطر همین اگه هممون این طرز فکر رو تو ذهنمون داشته باشیم، اینکه یه تغییر مثبتی توی موقعیتی که هستیم، چه خیلی کوچیک میتونه باشه، میتونه توی اون کوچه‌ای که زندگی میکنیم همه با هم همسایه‌ها با هم یکی بشن، با هم یه کار مثبتی انجام بدن، و یا چه توی همسایه‌های جهانی که داریم. فکر می‌کنم اگه همه اول از دید خود بیان جلو که بخوان اون کار مثبت رو انجام بدن و یا اون تغییر و تحول به وجود بیارن، خیلی راحت‌تر میتونن کار بزرگتر هم انجام بدن. من خود من فکر می‌کنم جزو همیشه چون سعی کردم از کوچیکی کار مثبت یه جورایی جزوم بوده و خوشم اومده، وقتی دیدم کار مثبت میکنم برام یه پوانای خوبتری باهاش اومده، فکر میکنم یه جورایی خوش شانس بودم که هیچ وقت اون قسمت منفی قضایا رو کمتر بهش نگاه کردم. نمیگم همیشه خیلی هپی و شاد و خوشحال بودم، ولی خب به طور کلی فکر میکنم اون طرز فکره که طرز فکر مثبت و طرز فکری که بخوای تو یه تغییری کلی تو اون موقعیتی که هستی، چه کوچیک چه بزرگ داشته باشی، اون میتونه نه تنها خود شخص رو یک شخص موفق و یا خوشحالی باشه بکنه، میتونه تغییر بسیار زیادی در تمام کل جامعه بذاره. بر من فکر میکنم خیلی مهمتره که ما سعی کنیم این طرز فکر خدمت به جامعه و انسان دوستی رو در زندگی روزمره کاریمون که بیشتر زمانمون رو درش میگذرونیم یه جورایی بگنجونیم. به خاطر همین حدود 2 سال پیش وقتی که برگشتم به این دنیای تکنولوژی که الان توش هستم و دارم روش کار میکنم، یه بلاگی رو شروع کردم و دارم از طریق اون اینجور اشخاص رو معرفشون میشم به جامعه، کسانی که شاید خیلی راجبشون ندونن و یا کسانی که حتی معروف باشن ولی دارن یه کار متفاوت و جدیدی رو ارائه میدن. و اسم اون بلاگ هستش Be the Change و یا متفاوت بودن یا تغییر گذاشتن در جامعه، که از مهاتما گاندی ایده گرفته شده و
سعی میکنم با اون صدایی که دارم الان هر چقدرم شاید کوچیک باشه بتونم اون علاقه‌ای که دارم برای اینکه بخوام به جامعه خدمت بکنم و از این طریق بتونم کمک کرده باشم. سخته که بخوای بگی همیشه همه چی عین هم خواهد بود به خاطر خصوصیت های مختلفی که زن و مرد دارن، ولی من سعی میکنم همیشه توی رشته کاریم یا اجتماعی اون تفاوت رو نبینم، سعی کنم که نه اینکه مرد باشم، من که خیلی فهم میکنم به خاطر اینکه بخوای حق و حقوقت با مرد یکی باشه تو هم بعد مردونه باشی، مثل مردا باشی، نمیتونی هنوز اون زن بودنت رو داشته باشی، هنوز میتونی اون فمینینیتی رو داشته باشی، ولی در ضمن همون اون کارهایی که یه مرد انجام میده رو شاید بهترم بتونی انجام بدی و از اون راه هست که فکر میکنم اون برابری نسب بالاخره دراز مدت به وجود خواهد اومد. زنان اصولاً به نظر من اشخاص بسیار هوشمند، زحمتکش، یعنی یه چیز جزء وجود زن هست، این چیزی که خیلی ها میدونن و میدونیم، خیلی حساس. به خاطر همین فهم میکنم در جامعه کار، در قسمت کاری یا اجتماعی میتونن خیلی موفق تر یا خیلی کارگشاتر یا خیلی بیشتر کمک کنن که کار جلو بره، اینو خیلی میدونیم. ولی من دوست ندارم به عنوان یه زن توی محیط کاری یا اجتماعی بخوام بگم این کار مال زناست، این کار مال مرداست. این تفاوت گذاشتن که این یه کار زنانه است یا این کار مردانه است، این خانوما نمیتونن کار مردا رو بکنن یا مردا نمیتونن کار خانوما رو بکنن، این یه جورایی مشکل رو بیشتر میکنه. خیلی مهم هست به نظر من که برای اینکه برسیم به اون هدف اصلی که داریم و اون حقوق زن و مرد یکی بودن، اینه که خانوما نمیتونن بگن من زنم بنابراین این کارو من نمیتونم بکنم و یا با من اینطوری رفتار باید بشه. احترام واسه دو طرفه باشه تو هر موقعیتی، تو هر جامعه‌ای، تو هر جایی که هستیم. و این خیلی مهم است که خانم‌ها اون فمینینیتیشون و اون زنانگیشون رو هنوز داشته باشن، هنوز مادری که باید باشن برای بچه‌شون باشن، ولی خب از نظر شاید بعد یه ذره بیشتر کار بکنم، این درش هیچ شکی نبود و هست، تا بخوایم که بیشتر سریعتر به اون هدفمون برسیم. ولی اینی که حالت این که من به هم ظلم شده، من چون زن هستم به خاطر همین من دیگه نمیتونم هیچ کاری انجام بدم یا کمکی برای من نیست، اینو بستی یه ذره بعد بذاریم کنار، یه ذره بستی قوی تر شد و به اون هدف بزرگ نگاه کرد. من فهم میکنم آقایون خیلی راه رسیدن به این برابری حقوق زنان و مردان رو خیلی راحت تر میتونن کمک کنن که بهش برسیم. و خود من که الان اینجا نشستم، یکی از فهم کنم دلایل اصلی موفقیتم در کنارم یه مردی بوده که واقعا پا به پای من اومده، پشت من بوده و کمکم کرده و به قول معروف اون احتیاج فکری روحی که لازم داشتم که بخوام جلو برم رو اون به من ده و اون همسرم بوده. و فهم میکنم آقایونی مثل همسر من بسیار هستن امروز توی جامعه که دختران جوان دارن، خواهر، مادران خودشون، یا اینا رو میبینم. بخاطر همین خیلی من مثبت نگاه میکنم به این مسئله رسیدن به، فهم میکنم تو این چندین سال آخر آیندهی که در پیش داریم، فهم میکنم خیلی رشد رو سریع تر میبینم. خب زنان امروز که ما هستیم هنوز به اون جایی که باید برسن نرسیدن، ولی خب خیلی راه طولانی رو اومدیم جلو و داره جلوتر هم میره. همه امروز یا دیروز فوربز مگزین اعلام کرد خانمای ایرانی ایران 70% قسمت های تک رو در دست خودشون گرفتن. خب این خیلی پیام مثبتیه. همینطور خیلی جای دیگه کاری اگه نگاه بکنیم خانم‌ها خیلی واقعا جلو رفتن. من خودم خیلی فعالیت زیاد دارم توی انجمن‌ها، گروه‌هایی که به بانوان به خصوص در رشته های تک یا تکنولوژی دارن فعالیت می‌کنن. و اینکه خانم‌های جوان‌تر و دخترانی که دارن دانشگاه میرن تحصیل می‌کنن اون‌ها رو هم بکشونیم به این قسمت بیزنس یا کاری، برای اینکه کمبود زن در قسمت این های تک خیلی زیاد هستش و اون قسمت هستش که این رشته کاری هستش که داره واقعا آینده رو به جلو میبره، چه از نظر کارهای غیر انتفاعی، تکنولوژی و کامیونیکیشن اینا مهم هست، چه همه کارهای دیگه، هر بیزنسی رو شما برید درش هست. به خاطر همین فهم میکنم داره خیلی سریعتر از اونی که فکر میکنیم جلو میره، ولی باز با این حال به خاطر
اون کمبودایی که وجود داشته تو این صد و چندین سالهای مختلف گذشته، فهم میکنم هنوز خیلی راه طولانیه، ولی فهم میکنم داره به قول معروف خیلی سریعتر و راحتتر میره جلو، برای اینکه آقایون هم به این نتیجه رسیدن که چقدر مهم هست وجود زن در همه نوع قسمت‌های مختلف جامعه، چه نظر کاری چه نظر خانوادگی. خیلی آقایون هستن که الان واقعا پا به پای زناشون بچه‌ها رو نگه می‌دارن، کمک می‌کنن به مسائل خونه. به خاطر همین فکر می‌کنم آینده بسیار خوبی در پیش داریم، ولی خب هنوز کار داریم.